سیوم بهمن ماه 2579 شاهنشاهی با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ با ما همراه هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه. پوزش میخوام از تأخیری که در شروع برنامه پیش اومد. یه سری مشکلات فنی داشتیم ولی خب رفع شد و تونستیم در خدمتتون باشیم. در آغاز برنامه بریم سراغ دوستان. جناب سعید قاسمی دوست و همراز مجیدم، درود بر شما. من درود می‌فرستم به شما جناب کمالپور، امیدوارم صدای من داشته باشید و همه عزیزانی که برنامه رو مشاهده می‌کنم و مهمان عزیز برنامه دکتر سروش مهراد گرامی. امیدوارم که دوستان طبق معمول همیشه برنامه رو همیاری کنن با پخش کردن. برنامه الان توی یوتیوب رستاخیز داره پخش میشه و توی فیسبوک. لطفاً هر دو لینک رو دوستان تا اونجایی که میتونن شیر کنن. بفرمایید جناب کمالپور. جناب دکتر مهراد درود بر شما. درود بر شما کدبان کمالپور گرامی و کدبان قاسمی گرامی. درود میگویم به بینندگان گرامی، به هممیهنان، همتباران، همزبانان در هر کجای ایران بزرگ که زندگی میکنند، از دوشنبه و کابل و اشخابات گرفته تا به منامه و تهران و شیراز و گنجه و باکو یا همان بادکوبه و تا به کوبانی و اربیل و سلیمانیه، به همه همتباران، همزبانان، هممیهنان درود میگویم و بهترین ها رو که تندرستی و شادی است برایشان آرزو دارم. به همه ایرانی تباران هم جشن اسفندگان یا اسفندگان رو که یک جشن کهن چند هزار ساله در این گستره بزرگ ایرانی تباران است و روز زمین، روز زن، روز مهرورزی، روز مهربانی با طبیعت و روز عشق و روز دوستی، روز مادر، مادری که زندگی است و زنی که نامش همریشه با زندگی، زن و زندگی، در کردی هم جن و جیان میگن یا گیان میگن که اینها همه با هم همریشه هستن از زبانهای ایرانی. سپاسگزارم از شما. بله سپاس از شما و از حضورتون. همونطوری که دوستان میدونید ما در رستاخیز سیمرغ به دلیلی که یه مدت برنامه نداشتیم دوباره اینو تاکید و تکرار میکنم، هیچ ارتباطی با رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه قانونی کشور نداریم و صرفا ما به عنوان یک سرباز وظیفه خودمون رو در قبال کشورمون داریم انجام میدیم و اون چیزی که صلاح بدونیم در مسیر منافع ملی و منافع مردم کشورمون برای گذار 100% از جمهوری ننگین آخوندی باشه عمل خواهیم کرد و صحبت های ما فقط و صرفا در سوشیال مدیا نیست. دوستانی که برنامه ما و کارهای ما رو دنبال میکنن میدونن ما بیشتر از اون چیزی که خواسته باشیم در سوشیال مدیا حرف بزنیم، در کف خیابون ها عمل کردیم و عمل میکنیم. اما برنامه امروز یک پروژه حداقل 6 ماهه است. قبلا ما برنامه رو در رستاخیز سیمرغ اجرا کردیم، فصل اول از چهارراه سرگردان و این فصل دوم از سلسله برنامه چهارراه سرگردان هست که در این برنامه به عواملی میپردازیم که باعث سرگردانی مردم در طول 42 سال شدن و امروز در این برنامه و قطعا در برنامه‌های بعدش به دلیل که حجم اطلاعات و حجم اسناد به قدری زیادی که قطعا در یک برنامه نمیتونیم همه رو صحبت کنیم و ارائه بدیم، به این مسئله خواهیم پرداخت که رسانه‌ها و گروه‌هایی که پیدا شدن از سال 42 به بعد و خصوصا در این دو دهه اخیر چه کسانی هستن، اما پیش زمینه ای رو لازم داره تا بدونیم این اندیشه ها از کجا شکل گرفته. به همین دلیل به پاره از این اندیشه های ضد ایرانی چه از نظر حکومت ها و دولت ها و چه از نظر فردی خواهیم پرداخت با سند و مدارک و معرفی اسامی افرادی که این اندیشه ها رو دارن تبلیغ میکنن. به همین دلیل بریم سراغ جناب قاسمی ببینیم در این زمینه قطعا صحبتی دارم، بعد قطعا در خدمت آقای دکتر سروش مهراد خواهیم بود. جناب قاسمی بفرمایید. بله خب همونجوری که جناب کمالپور توضیح دادن، اما یه قسمت دیگه‌اش رو که ایشون الان از قلم انداختن ظاهرا توی صحبتاشون این بود که دانستن این مسائل، شناختن این شبکه‌ها و شناختن سناریوهایی که برای ما برای کشور ایران در حال پخت و پز هستن
بسیار بسیار کمک میکنه که در آینده ما حداقل مردم ایران آگاهی رو از اون سمت داشته باشن که خیلی کلاهایی که دارن برامون آماده میکنن سر ملت نره، سر ملت نره. ما همیشه توی برنامه‌های رستاخیز سیمرغ مدعی بودیم و سر این ادعامون هم بارها و بارها اسنادش رو ارائه دادیم که جمهوری انگلنشان آخوندی رو آوردن، گام اولش سال 57 وارد ایران شد و گام دومش که گام اول باید زمینه های تجزیه و نابودی ایران رو از هر لحاظی که شما حسابشو بکنید، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تمدنی، محیط زیستی و و و انواع و اقسام جریان ها، جمهوری اسلامی در گام اول مأموریتش در گام اول زمینه سازی و آماده کردن افکار عمومی برای تجزیه ایران و گام دومه، یعنی یکی از مأموریت های دوم جمهوری اسلامی کمک و به قول معروف ایجاد شرایطی یا زمینه سازی شرایطی برای تثبیت، برای یه بار دیگه، برای تثبیت کشور اسرائیل در بین دو کشورهای دشمنش که در حقیقت پسرعموهای خونی هم دیگه هستن، یعنی کشورهای عرب. دو تا مأموریت جمهوری اسلامی بود و مأموریت دوم، یعنی گام دوم جمهوری اسلامی که برای ملت ایران پشت پرده توی آشپزخونه های کاخ سفید و توی آشپزخونه های کنگره آمریکا و توی کاخ سفید مجلس انگلستان و جاهای دیگه در حال پخت و پزش هستند، به قول معروف فدرال کردن و تجزیه ایران به صورت نرم و خشن یا نرم و خشکشی که ما به دوتاش میپردازیم. اما این وسط عواملی که دارن این مسائل رو اجرا میکنن و این سیاست ها رو دارن پیش میبرن، متاسفانه یاد گرفته مافیا، چون از نظر روانشناسی جوامع اینا بسیار بسیار مطالعات بالایی دارن و میدونن چگونه پروژه ها و سناریوهاشون رو توی زرورق های خوش آب و رنگی بپیچن که بتونن ملت ایران رو فریب بدن و اون به قول معروف سناریوها رو قبول کنن، کاری که سال 57 با خمینی و بنی صدر و قدساده و امثال این جانوران کردن و دیدید که متاسفانه اکثریت ملت ایران خاموش توی خونه هاشون نشستن و اقلیت خائن هم اومدن توی خیابون و اون اتفاق رو رقم زدن. در حقیقت نارنجکی که مافیای ایران ستیز زامنش رو کشید با هواپیمای ایر فرانس فرستاد توی ایران، به دست خود ملت ایران متاسفانه اون انفجار توی ایران اتفاق افتاد. یکی از مسائلی که من تونتون میگم که دکتر مراد سر برنامه رو شروع کنه، یکی از مسائلی که بسیار بسیار مهمه دوستان، از مافیا این تجربه ای که سال 57، یعنی قبل از 57، از 42 یا بهتر بگم از 32 به این ور، از اون جاها، از اون روزنه ها، از اون کریدورهایی که وارد سیستم حکومتی ایران شد و موفق شد در سال 57 کشور 2500 سال شاهنشاهی ایران رو به همین سادگی و راحتی به قول معروف سرنگون کنه، حکومت رو سرنگون کنه و کشور رو تو دست بگیره، این تجربه براش شد که اگر سیستمی رو بخواد توی ایران حاکم کنه اون روزنه هایی که خودش وارد شده بود رو ببنده تا اونجایی که میتونه، یا افرادی رو توی اون روزنه ها قرار بده، توی اون دریچه ها قرار بده که افراد خودی باشن و هر موقعی که بهشون بگه حالا وقتشه که رنگ عوض کنی یا حالا وقتشه که به چه صورت عمل کنی، اینها مطیع دستورات باشن. یعنی شما اگر برگردید در قبل از 57، خیلی از این جانورانی که اسمشون رو گذاشتن روشنفکر، افرادی بودن که وابستگی مستقیم داشتن به کشورهای مختلف از جمله آمریکا و انگلستان و اینها میدونستن که چیکار باید بکنن که توی ذهن جامعه اون تخم لق انقلاب 57 رو بکارن. بنابراین در این سناریوی جدیدش هم متاسفانه این افراد رو منتها این بار نه در شکل روشنفکر جلال آل احمدی و امثال اینها، این بار در شکل افرادی با پوانهای مثبت، مثل چی؟ مثل پرچم شیر خورشید، مثل دفاع از خاندان پهلوی و مثل آدمهای بی‌طرفی که خودشون رو منوط میکنن به سرنوشت ایران رو منوط میکنن به افرادی که اون افراد قراره در مجلس مؤسسان طبق اون سناریویی که بهشون داده شده بیان و سرنوشت ایران رو به دست بگیرن. در کنارش شما میبینید یه کارهای پشت پرده انجام میشه که یه دفعه یه بیانیه از توی کاخ سفید از توی کنگره آمریکا میزنه بیرون که تاکید میکنه به جمهوری سکولار دموکراتیک بودن ایران که حالا بهش میرسید. هدف ما در چهارراه سرگردان
در برنامه های مجموعه برنامه های شاهراه سرگردان اینه، شناختن این افراد و اینه که اینها باید به ملت ایران پاسخگو باشن. اگر هم پاسخگو نیستن که نخواهند بود، اما ملت بدونن با کیا طرفن و توی چه زمینه هایی اونا چه زمینه هایی آماده کردن برای بازی من و شما که متاسفانه 42 ساله هموطنان ما توی بازی های اینا بازی میکنن. ولی الان قسمتی که دکتر سروش مهراد در موردش توضیح میده، اول بگم ما راجع به مجموعه به اسم FDD یا بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا داریم صحبت میکنیم، قبلا در موردش توضیح دادیم که این مجموعه یکی از بازوهای کمپانی سروس هست که این بازوی سروس اتفاقا داره نقش اپوزیسیون رو بازی میکنه در کنار بازوی دومش که در داخل ایرانه که جریان اصلاح طلبان همتون قبلا اینا رو شنیدید توی برنامه ها. متو این بازوی اپوزیسیونش حالا میخوایم ببینیم زمینه هاش، اندیشهش، تفکرش بر چه اصولی سوار شده و بر چه اصولی اینها دارن حرکت میکنن که دکتر سروش مهراد الان از یکی از مدیرهای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی توضیح خواهند داد. ببینیم اندیشه این جریانات از کجا میاد و سابقه تاریخیش کجاست. بفرمایید دکتر. اجازه بدید قبل از اینکه دکتر مهراد شروع کنن، چون یک مبحث بسیار بسیار منسجم هست و این مبحثی که حالا هم جناب قاسمی توضیح داده هم در اولش من و یک برنامه بسیار بسیار مهم هست، دوستان لطف کنید پخش کنید این برنامه را، چه در یوتیوب در کانال رستاخیز یک در یوتیوب به صورت لایو داره پخش میشه و در فیسبوک پیج رستاخیز سیمور، به دلیل اینکه با تمام این توضیحاتی که جناب قاسمی دادن و برنامه‌ای که ما در رستاخیز سیمور داشتیم و این همه توضیح دادیم، شاخه‌های مختلف رو معرفی کردیم، افراد رو معرفی کردیم، اندیشه ها رو معرفی کردیم، باز هم شما میبینید بسیاری از افراد هستن چه در داخل و چه در خارج در یک تاریخ‌های کاملا مشخص و در بزنگاهی که مردم میتونن بیان دست به یک دگرگونی و گذر از جمهوری اسلامی بزنن، اینها میان نقش آفرینی میکنن، یا در زمانهایی که شاهزاده رضا پهلوی میان مطلبی رو ارائه میدن به مردم، اینها میان مردم رو منحرف میکنن به سمت و سوی دیگه، و اینجا نشون دهنده این هستش که کماکان درست مردم ما بیدار هستن اما هنوز هوشیار نیستن که در طلا گیر نکنن، چه حالا کسانی که به ظاهر میگن پادشاهی خواه هستن یا به ظاهر میگن جمهوری خواه هستن یا هر چیزی هستن، مهم اینه بدونیم اینها اندیشه‌ای غیر از این که جمهوری اسلامی رو تضمین کنن و نگرش دارن ندارن و اومدن با این تفکرات هم نفاق بندازن بین براندازان و کسانی که اندیشه گذار از جمهوری اسلامی رو دارن و همین که به اهداف پلید ضد ایرانی خودشون برسن. بنابراین این برنامه ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست چون پر از مدارک و اسناده که ما به شما ثابت کنیم از کجا داره شروع میشه، با چه ابزاری دارن شما و مردم رو فریب میدن و چطوری مردم در تله گیر میکنن و واقعیت رو از دروغ نمیتونن تشخیص بدن. به همین دلیل لطف کنید به خاطر نه برنامه‌ای که از رستاخیز سیمرغ هست یا به خاطر من جناب قاسمی یا جناب مهراد، به خاطر مردم ایران، به خاطر ایران برنامه رو پخش کنید تا این اطلاعات منتشر بشه. آقای دکتر در خدمتتون هست، بفرمایید. خواهش میکنم. سپاسگزارم. این کسی که گفتید براندا شیفر رایزن برجسته یا ارشد بخش انرژی بنیاد دفاع از دموکراسی، یعنی باور بفرمایید هر جا که برنامه ریزی برای تجزیه ایرانه، هر جا که برنامه ریزی برای کشتار مردم ایران و آغاز درگیری میان تیره های ایرانیه و جوی خون روان شدن از مردم ایرانه، نام پلید یک صهیونیست اونجا در حال درخشیدنه و با چیزهایی که ببیشه در این چند ماه گذشته روی داده هم میهنان گرامی، باید بسیار با تلاش بیشتر اینها رو به مردم ایران شناسون، یعنی در اگر خدایی نکرده فردا روزی گرفتاری برای مردم ایران پیش بیاد، دست کمش این است که نمیدانم چه بگویم چون بسیار نگران هستم
و متاسفانه اونجا آنگونه که باید و شاید برخی از هم میهنان ما دوست رو از دشمن باز نمیتوانند بشناسند، یعنی از برخی زمانها از چاهی در میآیند به چاه دیگر یا به چاله دیگر یا از چاله به چاه دیگر میافتند. ببینید، بذارید من اول در آغاز برنامه این جرثومه ایران ستیز، این افریته دشمن ایران و ایرانی رو به شما بشناسونم و یه مقدار یه کتابی هم ما اینجا ازش داریم هست به نام مرزها و برادری، ایران و چالش هویت آذربایجانی، و خیلی شگفت انگیزه. این الان من شاید شما متوجه نشید، ولی وقتی این کتاب رو ما برای شما بررسی بکنیم با دوستان با هم دیگه، ببینید من روی کتابم نوشتم کتابی سرشار از دروغ، جل، ایران ستیزی و پدر سوخته بازی، شگفت انگیزه. این کتاب وقتی برای شما خونده بشه شما باور نمی کنید که این چاپ دانشگاه تهرانه، یعنی کشور رو حواس دیگه، هر کی هر کاری دوست داره میکنه. چیزی هم به نام ایران دوستی در میان سران ایران ستیز جمهوری اسلامی عبری عربی وجود نداره. بذارید برای که وقت از دست نره. پوزش میخوام قبل از اینکه شما ادامه بحثو بدید، همینجا من میگم اول اینکه جناب کمالپور اگر لطف کنید عکس این خانم برندا شفر رو لطفا روی تصویر بذارید که دوستان بدونن در مورد چه جانوری ما داریم صحبت میکنیم، و لطفا خوب دقت کنید دوستانی که یادداشت میکنید، این مطالبی که الان دکتر سروش مهراد در موردش صحبت میکنه اینا رو بدونید، این واقعیتی که برای ایران در نظر گرفتن پشت پرده این سناریو رو خوب درکش کنید تا ما در ادامه برنامه زیر مجموعه های این جریان رو به شما معرفی بکنیم. زمانی که شما این جریان اصلی رو که دکتر مهراد میگن دارن صحبتشون میکنن و اسنادشونشون میدن رو بشناسید، وقتی زیر مجموعه های اینها رو بدونید شاید کلتون رو بکوبید به دیوار که چه افرادی دارن تو چه زمینه کار میکنن برای چه هدفی. این هم که الان دکتر فرمودن کتاب این خانم توی دانشگاه تهران چاپ شده، این خانم یهودی که کتابش توی دانشگاه تهران چاپ شده در حقیقت بازوی دوم سروس که ما ازش صحبت کردیم، بازوی اول سروس که ازش صحبت کردم داخل جمهوری اسلامی است که ما چهار تاشو نشون تو خواهیم داد، اون بازو داره پاسکاری میکنه با بازوی دومش، یعنی راست و چپش با همدیگه دارن همکاری میکنن چه در داخل ایران در دانشگاه ها و چه در خارج از ایران در اپوزیسیون. اینا خیلی مطلب مهمی بود، من گفتم که دوستان در جریانش باشن. بفرمایید دکتر جان، ببخشید. خواهش میکنم، باور کنید به درستی فرمودین. تمام اون کسانی که با این زن و سردسته و بالادستش که سروس باشه کار میکنن به همون پلیدی و پلشتی و ایران ستیزی خود اینا هستن، هیچ فرقی هم با اینا ندارن. میخواد نمیدونم مریم معمار صادقی باشه که از خیر و برکت جنگ و کشتار صحبت میکنه و میگه جنگ با خودش دموکراسی میاره، چه عوامل و چه عمل اکلای دیگه شون، همشون یکی از یکی پستر و ایران ستیزتر هستن. برای که فرتورا رو هم اگر نمیدونم چه فرتوری رو گذاشتی، فرتور شماره یک رو ما میتونیم نشون بدیم، شماره یک از گروه یک که برندا شفر با وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری ایران با نام جعلی آذربایجان سمیر شریفوف ایستاده عکس گرفته، اونم در حاشیه یکی از نشست‌های سالیانه پک، کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل یا American Israel Public Affairs Committee، از نیرومندترین گروه‌های لابیستی صهیونیستی هم هست در آمریکا که در 1951 به رهبری آی ال کنن پایه‌گذاری شد، 100 خورده هزار تا هم چیز داره، بسیار نیرومند این چیز. این فرتور شماره یک. ببینید این بیوگرافی یا زندگی نامه این زن بسیار، حالا بیشترم در زمینه کاری من میخوام یه چیزی از دید کاری برای شما بگم، بسیار زیاده، مجبورم اینو بخونم چون بخوام تیکه تیکه خودم بگم شاید یک ساعت زمان ببره. برندا شفر نویسنده آمریکایی اسرائیلی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، مشاور ارشد بخش انرژی بنیاد دفاع از دموکراسی است، مدیر تحقیقات برنامه مطالعاتی کاسپیان در کالج کندی دانشگاه هاروارد، صاحب نظر در مسائل قفقاز، خاورمیانه، سیاست ایران در منطقه دریای کاسپیان یا مازندران، روابط ایران و روسیه، سیاست‌های قومی ایران و مناقشه جمهوری آرتساخ یا جمهوری کوهستانی قره‌باغ.
استادیار دانشگاه در اسرائیل و چند دانشگاه دیگر خاورمیانه، کارشناس و پژوهشگر امور جنگ و صلح در مؤسسه پژوهشی هری استرومن، نویسنده چندین کتاب و ده ها مقاله که مورد توجه هم قرار گرفته. اون کتابی هم که امروز ما بررسی میکنیم گفتم مرزها و برادری ایران و چالش هویت آذربایجانی است که در سال 1385 در دانشگاه تهران در اون به چاپ رسیده که تصویرها رو نشونتون بعدن خواهیم داد که مطمئن بشید به چه صورته. شیفر جزء هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه حیفا اسرائیل، استاد میهمان در آکادمی دیپلماتیک جمهوری اران با نام جلی آذربایجان، مشاور رئیس شرکت نفت جمهوری اران، یعنی در واقع حقوق بگیر نفت شرکت نفت باکو و بریتیش پترولیومه. در 1919 با کمک 1,000,000 دلاری شرکت نفت اران با نام جلی آذربایجان پروژه مطالعاتی دریای مازندران یا کاسپین در دانشگاه هاروارد رو آغاز و رهبری و مدیریت نمود. آشکارا به تجزیه ایران و الحاق مناطق آذرینشین ایران به جمهوری اران با نام جلی آذربایجان باور دارد و در این راستا از هیچ کاری رویگردان نیست. تز دکترای خود رو با عنوان تشکیل هویت جمعی آذربایجانی، که این واژه هم جعلیه، اصلا چیزی ما به عنوان هویت آذربایجانی نداریم. پس از انقلاب من از سوی مادر خودم قشقایی هم، زبان مادریم ترکیه قشقایی، زبان پدریم هم لوریه. کسی فکر نکنه خدای نکره من با بخشی از همیهنان درگیری دارم. نه، من نه زبان مادریم پارسیه نه زبان پدریم، این برچسب هم به من نمیچسبه. ولی من با جایی که بخوان با پدر سوخت بازی به هویت ایرانی یورش بیارن، هویت جلب کنن، اونجا در برابر اونها باید ایستاد. شوخی هم با کسی ندارم، حتی اگه خیشاوندهای ترک زبان منم بهشون بر بخوره. تز دکترای خودشو به عنوان تشکیل هویت جمعی آذربایجانی پس از انقلاب ایران و متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی، Formation of Azerbaijani Collective Identity in Light of the Islamic Revolution in Iran and the Soviet Breakup، این عنوان انگلیسیش. به عنوان استاد دانشگاه برجسته حیفا، فردی خبره در زمینه شناخت ایران و مسائل قومی آن، همکاری خود با دولت باکو را آغاز نمود که این همکاری بخشی از همکاری تلاویف باکو در سطح کلان دولتی بود. برند شفه به عنوان کارشناس برجسته ارشد در این زمینه مأمور ویژه دولت اسرائیل در زمینه تجزیه ایران در خطوط قومی به ویژه در بخش مناطق آذرینشین ایران است. برنامه‌ها و پروژه‌های کاری برندا شفر همواره مورد حمایت‌های مالی کلان باکو قرار گرفته. حتی برخی از کسانی که درباره او نوشتند بر این باورند که از زمان این همکاری‌ها سفیران باکو، دقت بفرمایید، سفیران باکو در ایران یا سفیران اران با نام جلی آذربایجان و حتی بلندپایگان دولتی اران و علیف از او را طرف رایزنی یا مشورت قرار داده و می‌دهند. دستاورد این همکاری‌های تنگاتنگ دو جلد کتاب بود که برنداشفه در زمینه ایجاد درگیری‌های قومی در مناطق آذرینشین ایران و تئوریزه کردن آن در ایران با نام جعلی آذربایجان و ایران منتشر کرده. به پارسی هم برگردان شد که البته ماهیت اسرائیلی و ایران ستیزانه و موسادی بودن این زن رو مترجم و ناشر پنهان کردن که یه وقت کسی نتونه جلوی چاپش رو در ایران بگیره. برندا شفر به شدت ایران ستیز بوده و آشکار و پنهان خواهان تجزیه ایران و شکل‌گیری خاورمیانه جدید است. متخصص در زمینه ایجاد و عمیق کردن شکاف‌های قومی به ویژه در مناطق آذرینشین ایران است، ولی با این حال در زمینه قومی درباره آنچه به ایران مربوط می‌شود نظر داده و راهنمایی و مشاوره می‌دهد. او کسی است که در سال 2018 به وزارت امور خارجه و شخص پومپئو پیشنهاد داد که برای تکمیل فشار حداکثری بر ایران بهترین گزینه بهره‌وری از شکاف‌های قومیتی و پشتیبانی از گروه‌ها و احزاب قومگرا در ایران است. الان شما متوجه میشین چرا دست بعضی از سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای بیگانه به ویژه اسرائیل، باکو، نمیدونم جمهوری اران یا هم داره دسته باکو و میت ترکیه و MI6 و CIA و اینا پشت سر مثلا حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، حزب کموله است، حزب موموله است،
حزب گاموه، حزب جماه که راجبی گامو و جما براتون میخوام کمی صحبت بکنم. چرا پشت سر ایناست؟ چرا اینا تو کشورهای خودشون حزب قومی ندارن؟ چرا مثلا سرخپوستای آمریکا یه حزبی ندارن که در کل آمریکا فعالیت بکنه و از امکانات دولتی بهره مند بشه و اگرم دلش خواست یه روز بگه آقا سرخپوستا این ایالت مال ما، خب خداحافظ شما بقیه اون بقیه ایالت‌ها. چرا سیاه‌پوستان آمریکا یه حزبی ندارن که دیگران رو اجازه ندن وارد اون حزب بشن، بگن فقط یه حزب مال سیاه‌پوستاست و در کل آمریکا فعالیت بکنن، هر موقع مثلا دلشون خواست اعلام بکنن این دوتا ایالت مال ما، بقیه برن به قول لورا سیخوشون برن دنبال کار خودشون. چرا فقط باید در کشور ما و برخی کشورهای دیگه این موارد به آسانی رواج داشته باشه؟ با همکاری جمهوری اسلامی، همونطوری که حزب تروریستی حزب الوفاق الاسلامیه رو در زمان خاتمی در خوزستان راه اندازی کردن، کلی هم بهش بودجه دادن، حزبم تو انتخابات شورای شهر اهواز رو گرفت دستش، هر جای خالی رو هم پیدا کرد نخ کاش که بگه اینجا عربیه، بعدش هم خودخواسته انگار کشور خودمختار و فدرال شده بود. خیلی از این مهاجرین عراقی رو پس از یورش آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به عراق آوردن داخل خوزستان. خب اینا اینو میخوان، اینا هرج و مرج میخوان، اینا فدرالیست میخوان، به خاطر که بتونن در این موارد، در این رفت آمدها، در این یارگیریها آزاد باشن. ولی من نمیدونم چرا مثلا باسکی ها باید مثلا صداشون بریده بشه، چرا مثلا مکرون باید عربده بزنه که در فرانسه یک ملت هست، یک زبان هست، اونم زبان فرانسویه. خب چرا جهان اعتراض به مکرون نکرد که آقا شما فرانسوی ها تا حالا 7-8 تا زبان رو نابود کردین در کشور خودتون، خب و این همه دارید اجحاف میکنید به اونایی که اونجا زندگی میکردن، چرا این مسائل فقط باید برای ما باشه؟ چرا اجازه نمیدن به یه مقدار از این تجزیه طلبای سوئدی که اگه نادرست نگم در شمال سوئد هستن، چرا به قول کدوان آصف کیای گرامی میگفت حتی بعضی جا از اینا رو از داشتن نمیدونم یه سری امکانات هم محروم میکنن، چرا اونجا راحت آزاد صدای کسی در نمیاد ولی مثلا ما باید جاموه و جاماه و گاموه و کموله و نمیدونم حزب چه میدونم حزب تضامن دموکراتی الاهوازی داشته باشیم و اینا راحت برن نمیدونم انتظار داشته باشن در آینده قدرت اینا شریک باشن. من به شدت با این احزاب قومی مخالفم، چون دیدم اینها در خوزستان در زمان خاتمی این حزب الوفاق الاسلامیه چیکار کرد. آقای علیرضا نوریزاده که زبان عربی زبان مادریشه در واقع از دید من و عربی رو 100 برابر بهتر از من میدونه، حالا ببخشید یه مقدار وقفه افتاد ولی اینو الان ادامه میدم، میره در نشست حزب تضامن دموکراتی شرکت میکنه و میگه چه بسا اینا از ما هم ایران دوستتر باشن، ولی سخنگوی حزب چون این احزاب عادت دارن به زبان پارسی به یک شیوهی سخن میگن که وقتی به زبانهای خودشون با اون گفتگو میکنن راحت تر درونشون رو بیرون میریزن. مثلا خانم مناسیلاوی سخنگوی حزب تضامن دموکراتی میره با آقای حسن معوض از مجریان برجسته جهان عرب تو برنامه چند سال پیش شرکت میکنه، حسن معوض مش میگه خانم سیلاوی شما از ما به عنوان سخنگوی حزب تضامن دموکراتی الاهوازی چه انتظاری دارین؟ همین حزبی که آقای نوریزاده چقدرم توی نشستا شرکت میکنه و خیلی هم بهشون علاقه داره و میگه اینا خودشون ایرانی میدونن. خانم مناسیلاوی اعلام کرد که ما از جهان عرب خواهش میکنیم ما رو ایرانی به حساب نیارید، ما ایرانی نیستیم، ما بخشی از بدنه عالم العربی جهان عرب هستیم و هیچ علاقه هم به ایران نداریم و جزی هم از ایران نیستیم. خب اینه، ما باید چی کار بکنیم؟ ما تکلیف ملت ایران چیه؟ باید بذاره بیان سرشو بذارن کنار جوب ببرن و جوی خون روان بکنن؟ باید بیستیم و بی تفاوت مانند همان چیزی که در زمان شورش 57 روی داد و به خاک سیاه نشاندن کهن‌ترین ملت جهان رو، باید بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته، فقط اشک بریزیم و آه بکشیم و ناله بکنیم؟ این دیگه با خود شما سمیهنان گرامی. راجب این حزب گامو جما هم الان توضیح میدم. برندا شفر سرپیمانکار طرح موسادی ایوب برای تجزیه ایران است. این صهیونیست اسرائیلی آمریکایی ایران ستیز دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تل آویو، متخصص مطالبات قومی با محور آذربایجان است. استاد کنونی دانشگاه حیفا و استاد دعوت شده به دانشگاه باکوس که اینم گفتم. برندای ایران ستیز خاموش عمل نمی کند و آشکارا بیان می کند و خواستار تشکیل کشور آذربایجان بزرگ است. و
ایشون بخش و مسافر همیشگی پرواز تلاویف به باکو است. ببینید همین الان گرامی، شما فکر نکنید بعضی از این طرح‌ها عملی نمیشه. ببینید جریان کوزوو رو یادتون میاد دیگه، کوزوو رو آمریکا میخواست و انگلستان، روسیه نمیخواست، سروستان فرو پاشید. جزیره شبه جزیره کریمه یا قریم روسیه میخواست و همچنین بخشای جنوب شرقی اوکراین و آمریکا و انگلستان نمیخواستن، اما اتفاق افتاد. سودان جنوبی رو طرحش رو انگلستان ریخت و اسرائیل آمریکا پشتیبانی کرد، روسیه نمیخواست، شد. و به قول گفتنی از این موارد ما زیاد داریم همیهنان گرامی. خب منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی و روسیه میخواست، آمریکا و انگلستان نمیخواستن، اونم شد. این به این معنا نیست که اگر یه قدرتی مثلا الان بعضیا فکر بکنن خب شاید مثلا دو تا قدرت جهانی یا شاید خواهان تجزیه ایران نیستن، شاید ما کمی در امان باشیم. نه، این به این معنا نیست. امروز اسرائیل و انگلستان و بسیاری از کسان در آمریکا به دنبال این قضیه هستن و این قضیه رو دارن پیش میبرن. خب شیفر از سوی شمار زیادی از محافل شرقشناسی یا ایرانشناسی و رسانه‌ای متهم به تحریف گسترده تاریخ، نوشته‌های سفارشی در ازای پول و ایرانستیزی آشکار شده. کتاب‌های او تحریف زننده و مشمئز کننده تاریخ، ایرانستیزی تاریخ و ایرانستیزی کرایه و اجاره است. تحریفات آشکاری که با هیچ دانش و منطق و مستندات و دستاوردهای زبانی، تاریخی، باستانشناختی همخوانی ندارد و جنبه دشمنی آشکار آن با مردم ایران بر بسیاری پوشیده نیست. مقاله برندا شیفر با نام سیاست ایالات متحده در قبال منطقه کاسپیان که در بردارنده سفارش‌هایی به دولت بوش پسر است نیز سبب جنجال‌های بسیاری شد. برندا شیفر همزمان با کار به عنوان رایزن برجسته رئیس شرکت نفت اران با نام جلی آذربایجان زیر نام پژوهش‌های دانشگاهی خود مطالب و موضوعاتی در پیوند با مسائل ژئواستراتژیک هم منتشر می‌کرد. این سوء استفاده از نظر از نفوذ رسانه‌ای، سوء استفاده از نفوذ رسانه‌ای و اعتبار آکادمیک خود برای پیشبرد اهداف سیاسی، امنیتی و منطقی منطقه جمهوری اران با نام جلی آذربایجان باعث انتقاد گسترده به او شد. ولی خب میدونید که این خانم صهیونیسته، اسرائیل و به ویژه موساد پشتشن، اون ایپک و اینا هم همه ایپک پشتشن و برای همین اتفاقی برای این خانم نمیفته. در سپتامبر 2014 نیویورک تایمز، سردبیر نیویورک تایمز البته، مقاله منتشر کرد نمود و اعلام کرد که برندا شیفر آنها را فریب داده، چون در زمانی که برای آن روزنامه مقاله می نوشته ارتباط خود با شرکت نفت دولتی اران یا همون آذربایجان جلی و دریافت حقوق از آنان را کاملا پنهان کرده بوده. این مسئله انتقادهای شدیدی را برای او به همراه داشت. حتی کار به بررسی چگونگی شکل‌گیری لابی‌های پانترکیستی باکو در آمریکا کشیده شد. و من فقط اینجا این یه مقدار اطلاعات کمی راجع به این زن بود، این صهیونیست ایران ستیز، و یه مقدار من یکی دو مطلب رو راجع به گامو و چیز به شما بگم. قبل از اینکه شما به این گاگول ماگول برسید، بذار من پس یه خلاصه ای رو بگم، بعد بیام کماکان اگه صحبت دارم حتما انجام بده. اولا از دوستان عزیز که توی فیسبوک هستید، لطفا برنامه رو توی گروه ها پخش کنید، توی فیسبوک، توی مسنجر بعد دوستانتون بفرستید، و لینک یوتیوب برنامه رو کانال رستاخیز سیمرغ 1 الان برنامه به صورت لایو داره اونجا هم پخش میشه، برید و این برنامه رو از توی یوتیوب هم لطفا بیارید توی فیسبوک یا توی واتساپ یا توی تلگراماتون پخش کنید. این بسیار بسیار مهمه که این صدا شنیده بشه. مطالبی که الان دکتر سروش مهراد راجع به یک شخص که این شخص یکی از مدیران ارشد تمام یا اینجوری شما بگم 90% جریان‌هایی هست که شما امروز به اسم اپوزیسیون میشناسید، یعنی این خانم برندا شیفر با این طرز فکر و با این اندیشه و با این مأموریت رئیس بسیاری از این جریاناتی است که حالا ما در ادامه مستند بهش میپردازیم، که اینها این خواب رو برای ایران دیدن. دکتر مراد توی صحبتتون راجع به نقش این خانم در مورد دریای کاسپیان صحبت کردید و این
تئوری تیکه پار کردن دریای کاسپیان رو همین خانمی که الان ما داریم صحبتش میکنیم این طرح رو داده و پیگیری کرده و مدیریت کرده. در کنارش از شرکت نفت باکو یا آذربایجان جدی ایشون حقوق میگیره، در کنارش مأمور مستقیم موساده. اینجا من پرانتز باز کنم، ما وقتی داریم صحبت از اسرائیل میکنیم دوستان، ما با مردم اسرائیل مخاطب ما نیستن، اون حکومتی که در اسرائیل فعلا داره حکومت میکنه چند سال، درود بر شما، ما با اون سیاسته کار داریم. حالا دوباره فردا نهید بگید آقا رضا شاه دوم دیروز اومد گفتش ایران میخواد با اسرائیل رابطش خوب باشه. بله، ملت ایران با هیچ بنی بشری در کل این کره خاکی دشمنی ندارد، اما این منوط به این هست که سیاست های دولت های مختلف رو ملت ایران حواسشون بهشون باشه. مگه ما سال 57 ملت ایران با انگلستان دشمنی داشت؟ با مردم انگلیس؟ مگه با مردم آمریکا دشمنی داشت؟ مگه با مردم اسرائیل دشمنی داشت؟ نه، ما ملت صلح طلبی هستیم ملت ایران. اما اینجا وقتی خطاب میشه سیاست اسرائیل، منظور اون سیاست حکومت است. لطفا اینو خودتون تفکیر کنید. ولی دکتر مهراد، شما یه چیزی الان اینجا فرمودی راجع به اینکه ایشون مأمور موساد، حقوق بگیر شرکت نفت باکو و دریای کاسپیان رو ایشون اومد طرح تجزیهش رو داد. ملت، دریای کاسپیان ایران در زمان رئیس جمهوری آقای ترامپ رسما تجزیه شد. اینو من نمیدونم چجوری دیگه باید به قول معروف ما مردم ایران متوجه بشیم. خود جمهوری اسلامی اومد ویدیوش رو همین رستاخیز سیمرغ هست، اومد نقشه ایران رو گذاشت پشت سر مجریاش، یه بحث دیگه داشتن میکردن، اما با نور آبی با نئون دریای کاسپیان رو حذف کرد روی نقشه شبکه یک جمهوری اسلامی. صدا و سیمای ملی، ارتش خفه خون گرفت، نیروهای وطن پرست اگه درش باشن خفه خون گرفتن و دیگران هم اصلا بهش اهمیت ندادن. پس این خانوم دریای خزر ما رو تجزیه کرد، دریای کاسپیان ما رو. اما چرا دریای کاسپیان تجزیه شد؟ چون 26% چون 50 نزدیک 70% از ذخایر نفت و گاز زیر سطح دریای کاسپیان باید میافتاد توی اون 26%ی که به کشور آذربایجان جعلی تعلق گرفت، یعنی باکو. و شما دیدی الان همین الانی که بدونیم با هم صحبت بکنیم، اسرائیل از اون دریای خزر کاسپیان ایران، از زیر دریای کاسپیان ایران، یعنی اون 26%ی که جمهوری اسلامی داد رفت، داره نفت رو استخراج میکنه به اسم باکو و میبره تو همون پمپ بنزینی که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم. پس ببینید وقتی ما الان داریم صحبت میکنیم، یعنی فکر نکنید ما راجع به یه موجودی صحبت میکنیم که اصلا ربطی به ایران نداره، نه، هر کاری کرده طبق برنامه. نمونه آخریش جنگ قره‌باغ بود که شما دیدید مدیریت این جنگ، استارت این جنگ، سناریو این جنگ، تجهیزات این جنگ رو اسرائیل میده. جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای میاد فتوا میده به نفع سیاست اسرائیل در مسئله قره‌باغ. همکاری این دو دست در داخل ایران رو شما میتونید اینجوری نگاه کنید. مگه میشه آقای علی خامنه‌ای اردنگ، شما میای میگه اسرائیل باید نابود بشه، بعد میای فتوا میدی که اسرائیل حق داره توی آذربایجان داره در مورد قره‌باغ چه کارهایی انجام میده یا نمیده، که حالا در ادامهش پروژه های دیگه هم هست که بهش حتما خواهیم رسید. اینو خواستم فقط من یه توضیح بدم دوستان، راجع به یک همچین جریانی بداریم صحبت بکنیم، حواستون بهش باشه. بفرمایید. خواهش میکنم. درستی فرمودین. ببینید حالا این با پروانه شما این پیرامون رویدادهای جنگ یورش اسرائیل، پاکستان، ترکیه و جمهوری ایران با نام جلی آذربایجان به ارمنستان و جمهوری کوهستانی آرتاخ رو میذاریم برای یک برنامه دیگه که بتونیم کاملا با سند و مدرک نشون بدیم نقش موساد رو، نقش ارتش اسرائیل رو، نقش بریتیش پترولیوم رو و فشار به ارمنستان که حق زدن لوله نفت باکو به تفلیس و جیهان رو نداری و خیلی مسائل دیگه. از اون بر اجازه دادن جمهوری اسلامی عبری عربی که از منطقه نخجوان پوزش میخوام تروریست های ترکمان داعشی از سوریه آورده بشن به نخجوان، از نخجوان با پرواز بیان از رو خاک ایران خودشونو برسونن به جبهه درگیری در سمت مرز
جمهوری آرتاخ یا قره‌باغ با ایران. خب اینا رو بعد خامنه‌ای هم گفت که قره‌باغ پاره تن اسلام است. 4 تا امام جمعه تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان هم با هم جلسه گرفتن، اعلام کردن قره‌باغ بیزین دیر و خیلی هم شیک و مجلسی و پشتیبانی خودشون از علیف و پانتورکا اعلام کردن. امام جمعه هم که تا دستور نداشته باشن که کار اضافه نمی کنن. خب ببینید، بذارید من بگم، این برنداشفر افزون بر این همه پلیدی و پلشتی که از باورهای تنخی تلمودیش و دشمنیش با ملت ایران سرچشمه میگیره، چون ما کار بدی در حق اینا نکردیم. خب ما اگر ما ایرانی ها به رهبری پدر بزرگمون کوروش بزرگ اگر یهودیان رو از بابل نجات نمیدادیم، امروز یهودی باقی نمانده بود. ولی پاسخ و بخشی از یهودیان اومدن در ایران باشنده یا ساکن شدن. این آقای منوچهر ساچمچی با نام جلی منشه امیر هر برنامه یادش میفته میگه ما 2700 سال تو ایرانیم، یعنی میخواد بگه ما از هخامنشیان کهن‌تریم. آقای منشه امیر، پیشینه ژنتیکی ما دست کم ایرانی ها به 10000 سال برمیگرده با سند و مدرک، طبق پژوهش‌های گسترده ژنتیکی که روی استخون‌های پیدا شده در بخش‌های مختلف ایران، شهر سوخته، جای دیگه و نمونه‌هایی که از مردم کنونی ایران زندش از تبریز و کرمانشاه و سنندج گرفته تا مشهد و سیستان بلوچستان و اهواز و شیراز و چه میدانم ساری و رشت گرفتن. همه بیش از 90% ملت ایران داره یک الگوی ژنتیکی هستن که پیشینش به 10000 سال برمیگرده. این گفته من نیست، گفته امروز نشون میدیم، گفته آقای مازیار اشرفی بناب، اشرفیان بناب متخصص مسائل ژنتیکی هستن. خب این خانم صهیونیست برندا شفر هم میهنان گرامی افزون بر این مسائلی که گفتیم یه کار دیگه هم میکنه، یعنی خیلی علاقه به تروریستا داره، گروهای تندرو، اونایی که مثلا توی برنامه‌هاشون به زبان آذری، این پانتورکایی که به زبان آذری گفتگو میکنن، یا بهتر اینا رو بگم چون اینا اصلا لهجهش رو بعضیشون تغییر دادن به استانبولی، برای اینا باید گفت ترکی چون آذری فرق میکنه با ترکی، و توی برنامه‌هاشون صحبت از کشتار پارسیان، پارسی زبان‌ها، کردها، تات‌ها، تالش‌ها. خب این دیگه باورها باورهای تروریستیه. حزب جامع خیلی جالبه، من بذارید به قول گفتنی براتون بگم توسط کی پایه‌گذاری میشه. ببینید اصلا ببینید جمهوری اسلامی همیشه در خوابه، حالا این دیگه خوشبینانشه، ولی خب درسترش اینه که همیشه چشمشو بسته، همکاری کرده، واداده، ماموریتاش رو به انجام رسونده. آقای ابوالفضل ایلچی بیک که حالا آذریش میشه ابوالفضل قدیر اوغلو ایلچی بی، خب این آقا دومین رئیس جمهور باکو پس از ایاز مطلبوف بود سال به قول گفتنی، و بعد از اونم که با یه کودتا تو سال 93-92 رئیس جمهور شد، 93 برکنارش کردن و بعدش هم حیدر علیف اومد سر کار. این آقای ابوالفضل ایلچی بیگ به همراه به قول گفتنی آقای پیروز، یا اگر اشتباه نکنم نامش رو بذارید درست من تلفظ کنم، به همراه پیروز دیلنچی از بنیانگذاران جماه در 1991. جامعه حالا یعنی چی؟ ببینید یک فردی، ببینید 92 رئیس جمهور شده، 93 برکنار شده، بعد این جامعه هم تا الان رو کاره، یعنی داره ادامه داشته، حتی در زمانی که اون بنیانگذارش ابوالفضل ایلچی بی که رئیس جمهور هم میشه این حزب داشته کار میکرده. یعنی ببینید کسی در باکو میاد سر کار که پایه‌گذار جامعه بوده. جامعه یعنی جنوبی آذربایجان ملی آزادلیخ حرکتی، یعنی جنبش آزادبخش ملی آذربایجان. خیلی خنده داره. خب و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری برای این مسئله انجام نمیده، یک اعتراض درخور، چون اگر جمهوری اسلامی ببینید 1990-91 که این جمهوری جعلی به این شکل استقلالش از شوروی پیدا کرد، البته این نام جعلی آذربایجان که هیچگاه به شمال بخش‌های شمالی رود ارس، چون اکثر مردم اونجا همتبار ما هستن، مثل همتباری ما با ارمنیان گرامی و با مردم داغستان، زمانی از 1918 این نام جعلی رو
کمونیست ها به دستور روسیه بر روی بخش های شمالی رود ارس گذاشتند که بگویند این بخش شمالی و جنوبی است که همچین چیزی نیست و بهتر ما به اون منطقه بگیم ایران شمالی، چون به راستی ایران شمالی است، اران و همچنین ایران شمالی، چون ما هم ایران مرکزی، ایران کنونی، ایران مرکزی است، ایران شمالی داریم در شمال ایران، ایران شرقی، غربی و جنوبی که حالا پیرامون این در یک برنامه به صورت مفصل میتونم توضیح بدم و خیلی هم مستند و منطقی و مستدله. ببینید جنوبی آذربایجان ملی آزادی حرکتی رو ایلچیبی و همراه پیروز پایگذاری میکنن. از سال 1991 تا 92 خود این آقای پیروز دیلنچی رهبرش بوده، سرپرستش بوده و خیلی جالبه از سال 99 رهبری گروه رو از رهبری گروه کنار گذاشته میشه، میشه جانشین فرمانده یا رهبر. به جاش کی میاد سر کار؟ آقای محمود علی چهرگانی که نام خودش رو هکنون هم هست، سرصدا زیاد میکنه، نام خودش گذاشته چی؟ چهرگانلی گذاشته. و دو سال بعد از اونم، یعنی در سال 2002 ای آقا رو کنار گذاشتن که من فکر میکنم کنار گذاشتن شاید به خاطر این بود که شاید دوزاریشون افتاده بود که این عامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، چون جمهوری اسلامی همیشه دست از روز آغازینش، اصلا جمهوری اسلامی با همکاری پان ترکا و پان عرب ها اومد سر کار. اینو دیگه من نمیگم، اینو این کتاب خانم برندا شفر یهودی صهیونیست میگه که ما امروز بخشایش رو در همین راستا براتون میخونیم و شگفت زده خواهید شد که اصلا پان ترکا زیر نقاب اسلامگرایی، که اسلامگرا هم بودن ولی خودشون اسلامگرا معرفی میکردن، در واقع اهداف پان ترکیستی بوده برای فروپاشی دولت شاهنشاهی. این آقای محمود چهرگانی خیلی شخصیت جالبی داره. این آقا به شدت ایران ستیز هم هست و زمانی که بعد از دو سال کنار گذاشته شد در سال 2002 با اون اقلیتی که همراهش بودن رفت یه حزب دیگه‌ای درست کرد به نام گامو. حالا گامو چیه؟ گونه آذربایجان ملی اویانیش حرکتی. یعنی چی؟ یعنی جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی. حالا ما میخوام ببینید، زیادم نمیخوام راجع به اینا صحبت بکنم چون اینا همشون اندیشه های تروریستی دارن، خواهان مثلا تجزیه بخشای آذرینشین ایران هستن و چسبوندنش به باکو و اون شعار معروفی که چند سال بر سر زبانها انداختن که یا میگن باکی تبریز آنکارا بیزهارا فارس لرهارا، که یعنی باکو و تبریز و آنکارا ما کجا، این فارسا کجا، و یا اینکه آذربایجان بیرولسون مرکز تبریز اولسون، یعنی آذربایجان باید یکی بشه. گفتم بهتون این اصلا سندیت تاریخی نداره و شمال رود ارس همیشه اران بوده و امروز هم ما در پاسخ به این ایران ستیزی ها میتونیم بگیم ایران شمالی و در این زمینه نباید کوتاهی بکنیم. اندیشه های تروریستی هست دارن تو برنامه های خودشون، باز هم میگم خواهان نژادکشی غیر ترک ها هستن در حتی آشوری ها، ارمنی ها، کرد ها، پارسی ها، پارسی زبان ها و پاکسازی نژادی. ما امروز یه سری اسناد و مدارک هم نشون شما خواهیم داد، هیچ موقع در رستاخیز بدون اسناد و مدرک با شما گفتگو نکردیم و از شما خواهش میکنم کدبان کمالپور گرامی، فرتورهای گروه 6 ما نشون بدیم، ببینیم این آقایی که الان هم امروز هم به شدت عربده میزنه، حتی گاهی مواقع گریه میکنه تو برنامه هاش و جیغ میزنه و میخواد پوست مردم رو بکنه و نمیدونم میخواد آذربایجان بزرگ رو درست کنه، بعدش هم شعار میدن که آذربایجان واحد پیش به سوی توران و این موارد رو مطرح میکنن، یا آذربایجان واحد گامی به سوی توران، که هم جاماه اینه میگه هم گامو هم این نظر رو داره که نخست آذربایجان بزرگ بعد توران بزرگ، یعنی آذربایجان بزرگ گامی پیشی نیست یا گام نخستی است برای رسیدن به، یا یکی از گام هایی است که میتوان به توران بزرگ رسید. گروه فرتورهای شماره 6 رو خواهش میکنم اگه امکان داره نشون بدین که ادوار. میشه خواهش کنم بخونید؟ آها خب من اینو میخونم. کوزه ایران دیل گونه آذربایجان. یعنی چی کوزه ایران دیل؟ یعنی ایران شمالی نیست
یعنی میخواد بگه بخش این بخش ها شمال ایران یا شمال غربی ایران حساب نمیشه، گونه آذربایجان یعنی این جنوب آذربایجانه. خب آشکارا دیگه، یعنی میخواد بگه این درفش، اون درفش جعلی رو هم گذاشته، میخواد بگه این درفش جعلی نماد آذربایجان جنوبی است. بعدیشو بخونیم ببینیم یه آقا چه کاره بوده در ایران. آخه اینا نمیدونم، آدم یه شبه که خوابنما نمیشه بره پانترکیس حرفه‌ای بشه بعد بره حزب نیمه تروریستی و تروریستی بزن و خواهان نمیدونم کشتار کردها و ارمنی‌ها و آشوری‌ها و بچه کشی و زن کشی و پیر کشی بشه. میشه اون رو بزرگواری کنید بخونید ببینیم اینجا بویی از اطلاعات سپاه به مشام همیهنان میرسه یا نه. نه یه دونه دیگه هست که عکس تبلیغاتیه، انگار مثل تبلیغات نمایندگی مجلسه، نمیدونم چیه. خواهش میکنم، بی کیفیت هم هست یه مقدار، فرطور قدیمی هم هست. این آقا هم چهره شبیه این به قول معروف بزن بهادورای سپاهی هم هست، چهره شو نگاه بکنید به قول گفتنی چهره بسیجی سپاهی هم داره. و خلاصه این خانم برنداشفر خیلی هم دلبستگی به این جاماه و گاموه و نمیدونم شامپو و اینا داره و به قول گفتنی خیلی هم با اینا در ارتباطه. یعنی شما ببینید همونطوری که گفتم چه جهان چه جنگلی، ما در چه جهان جنگلگونه بیدر و پیکری زندگی میکنیم که این خانم هی از تلاویف به باکو در رفت آمده با یه مش تروریست. و نگاه نکنید که در فعالیت‌های تجزیه طلبانه پانترک‌ها در ایران یا در جای دیگه زیاد شما اسلحه نمیبینید. چرا؟ چون دولت‌هاشون همراه و همگام با گروه. ببین این نکته مهمه، اینو جای دیگه شما نشنیدید و اینو فقط من تکمیل بکنم. چون دولت در باکو و در آنکارا پان ترکیستیه، این گروه ها خودشون رو مسلح نکردن. خب این نکته رو توجه کنید همیانان من. ولی مرام اینها به ویژه در این جنگی که باکو آغاز کرد به کمک ترکیه و اسرائیل و انگلستان و پاکستان و یکی دو جای دیگه با بی تفاوتی کامل آمریکا با ارمنستان و قره‌باغ یا آرتساخ شروع کرد، شما میبینید برخی از همین پانترکایی که هویت ایرانی دارن رفتن تو اون جنگ شرکت کردن و جنایت جنگی مرتکب شدن. من حالا فیلماشو در زمان در ماه آپریل یا آوریل براتون خواهیم گذاشت که اون 24 آوریل روز نژادکشی دهشتناک آشوریان و ارمنیان و اینهاست. دو سه هفته برنامه پشت سر هم خواهیم داشت با یاری دوستان گرامی و به شما نشون خواهیم داد، شما خواهید دید که اینا رفتن از ایران رفتن اونجا آموزش نظامی دیدن. اگه میشه بخونید سپاسگزار میشم از شما. بله بالا نوشته که من یه خورده تاثیر بزرگ کنم دوستانم ببینن. آره این آقا رهبر حزب گاموهه، دوباره میگم گونه آذربایجان ملی اویانیش حرکتی، جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی. فرزندان غیرتمند و شجاع شیخ محمد خیابانی و ستارخان و پیروان راستین خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم به استاد چهرگانی منتظر با تخصصها و تجارب زید، پروفسور عضو آکادمی ملی جمهوری آذربایجان، دارای درجه دکترا علوم فیولوژی یعنی زیباشناسی از آکادمی ملی جمهوری آذربایجان، فوق لیسانس زبانشناسی همگانی از دانشگاه تربیت مدرس، دبیر اسبق کمیته زبانشناسی سازمان شست وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدرس سابق دانشگاه از زهرا و دانشگاه تهران، معاونت سابق اداری و مالی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم تبریز، مدرس زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه تبریز، عضو هیئت علمی رسمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تربیت معلم تبریز. سپاسگزارم. این آقام چهرگانی منتظر بوده، بعدن که دیگه از کشور صادرش کردن شد چهرگانلی. من این بخش رو تموم کردم. اگر شما میخواید من ادامه بدم من، یا شما اگر گفته‌ای دارید بفرمایید که من تکگوینده من نباشم. من یه مطلب رو خواستم اشاره کنم. این مواردی که دارید میشنوید و اسنادش رو میبینید دوستان، یه مسئله مهم رو در نظر داشته باشید.
و اون این از تمام این فعالیت ها و این روندی که شما از سال 57 به این بر شاهدش هستید که این برنامه ها و دسیسه ها رو دارن اجرا میکنن تا ایران رو برسونن به یک فروپاشی در تمامیت ارضی، در قبل از سال 57 هم در حال اجرا بود، اما با یک قدرتی در داخل ایران مواجه بودن که نمیتونستن نقشه هاشون اجرا کنن. یعنی حکومت پادشاهی در داخل ایران و شخص شاهنشاه آریامه و حتی بسیاری از دولت مردان حکومت پادشاهی با تمام این نقشه ها و برنامه های ضد ایرانی در جنگ و ستیز بودن. همونطوری که بارها ما ویدیو شاهنشاه آریامهر رو نشون دادیم که اعلام میکنه رسما بعضی و یک شاخه از یهود باعث و بانی این اتفاق در کشور من هستن و الا یه آدمی مثل روح الله خمینی در این حد و اندازه ها نبود که بتونه این کارو بکنه. میخوام بگم که در اون زمان قبل از سال 57 اسرائیل از چند زاویه درگیر بود و با یک حکومت میهن‌پرست ناسیونالیست ایرانی مواجه بود که نمیتونست نقشه‌هاشو نه در داخل ایران و نه در خاورمیانه اجرا کنه و با اومدن روح‌الله خمینی اشغال خاک کشور ما توسط جمهوری اسلامی این زمینه و شرایط نه تنها در داخل کشور بلکه در خاورمیانه در جامعه جهانی هم بسترسازی‌هاش مهیا شد تا اون اتفاقی که اینا میخوان رقم بزنن رفته رفته شکل بگیره. و در بخشی که من و جناب قاسمی توضیح خواهیم داد با چارتایی که طراحی شده و خواهید دید، میبینید که تمام این دسیسه ها از یک سری روزنه هایی داره به مردم اعلام میشه به اسم یا رسانه یا بخشی از اپوزیسیون مثلا جمهوری اسلامی که مردم رو برشن چلتیکه کردن، هزار تیکه کردن، هر کدوم یه قسمتی از مردم رو برداشتن دنبال خودشون راه انداختن و این سیاست ها به راحتی در این شرایط داره اجرا میشه. همون مثال قدیمی که میزنیم آب و گلالود کن و ماهی تو بگیر، دقیقا مافیای جهانی هم از اسرائیل، آمریکا، انگلستان، حتی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی، تمام اینها دست به دست هم دادن آب و گلالود کردن تا اون کسانی که باید ماهی رو بگیرن و بگیرن. حواسمون باید باشه در طلا نیفتیم. این برنامه رو با دقت گوش کنیم. بفرمایید جناب کردبان قاسمی گرامی. من چند تا مطلب رو بگم. دوستان الان دکتر مهراد کتابی معرفی کردن از خانم برند و شپر که حالا اسم کتابم دکتر مهراد دوباره خودش مطرح میکنه، هر کدوم از دوستان خواستید میتونید برید اینا رو پیدا کنید توی اینترنت و بشینید کاملش رو بخونید توی کتاب فروشی ها. یه بخشی رو دکتر مهراد فرمودن بعد از اونجایی که برند و شپر در مورد دریای کاسپیان طرح رو میریزه و به نتیجه میرسه طرحش میشه رژیم حقوقی دریای خزر یا کاسپیان و دیدید دریای کاسپیان ما رو متاسفانه جمهوری اسلامی بخشید رفت و آقای ترامپ هم توی کاخ سفید بود چیکم نزد چون معامله پشت پرده است و همه باید با هم دیگه کار کنن. اما یه مطلبی دیگه دکتر مهراد فرمودن سناریو یا پروژه فشار حد اکثری هم کار این خانومه. این پروژه فشار حد اکثری که در دوره ترامپ اتفاق افتاد، در دوره ریاست جمهوری ترامپ اتفاق افتاد، من خیلی راحت بذارید به شما بگم دوستان، در طول 4 سالی که این فشار حداکثری کار انجام داد، یعنی ضربه ای که زد نه به جمهوری اسلامی، به شما به جمهوری اسلامی ضربه نزد، به ملت ایران زد، 400 500 برابر ملت ایران رو فقیر کرد. ملت ایران رو فقیر کرد. نه آقازاده ها پولشون کم شد، نه انگرزاده هاشون پولشون کم شد، نه سران جمهوری اسلامی پولش کم شد، نه گروه های تروریستی که اینور اونور طبق برنامه و طبق دستور ارباب بزرگ که گفتم یکی از مأموریت های جمهوری اسلامی تثبیت زمینه سازی تثبیت اسرائیل در منطقه است، طبق برنامه همه اونا انجام شد، یعنی همه اونها روی روالش داره میره. اما این مجموعه فشار حداکثری که خانم برند و شپر طرحش داده 500 برابر ملت ایران رو فقیرتر کرد و گرفتارتر کرد. جمهوری اسلامی که اومده برای این کار، اما یک کسی در نقش اپوزیسیون، در نقش مخالف، در ظاهر سیاست، حالا در ادامه ما اسنادش رو خدمتتون خواهیم داد یا میتونید سرچ کنید توی
شبکه تلویزیونی جمهوری